سلام، به فوتبالی آیتم امروز خوش اومدین. یه فوتبالی آیتم جنجالی و پر از سوژه و حاشیه. هرچقدر روز اول هفته 21 لیگ برتر بدون حاشیه بود، امروز شاهد کلی اتفاق جنجالی بودیم. از بازی هوادار و مثل رفسنجان گرفته تو ورزشگاه پاس قوامی تا بازی نساجی استقلال در قائمشهر که تا دلتون بخواد حاشیه و جنجال داشت. پس با فوتبالی آیتم امروز همراه باشیم که میخوایم کلی بهتون سوژه جنجالی بدیم. استقلال با هدف کسب ششمین برد متوالیش راهی قائمشهر شد. ریکاردو ساپینتو که این بازی هم محروم بود، خیلی دوست داشت که برای سومین بازی متوالی حمید مطهری و نساجی رو شکست بده. اتفاقی که اگر رخ میداد، ساپینتو تبدیل به اولی مربی استقلال میشد که بعد از صعود نساجی به لیگ برتر تونسته این تیم پرطرفدار قائم شهری رو تو سه بازی شکست بده. اولین جنجال بازی تو همون دقایق ابتدایی رخ داد. ریکاردو ساپینتو که حق نداشت روی نیمکت تیمش بنشینه، کل ورزشگاه رو تقریبا دور زد تا به جایگاه ویژه برسه. سر رسیدن به جایگاه ویژه هم یه تونل وحشت تقریبا برای سرمربی پرتغالی آبی ها درست شده بود و معلوم نبود اگه مامورانی نیروی انتظامی و چند لیدر استقلال نبودن، ساپینتو چگونه به جایگاه ویژه ورزشگاه وطنی قائمشهر میرسید. ویدیویی که فوتبالی از قائمشهر گرفته به خوبی نشون دهنده این تونل وحشت است و اینکه ساپینتو با چه وضعیتی تونست خودش رو به جایی برسونه که از اونجا بازی تیمش مقابل نساجی رو زیر نظر گرفته بود. دقیقه 87 بازی نساجی استقلال بازی 1-1 بود و استقلال در به در به دنبال زدن گل دوم بود تا بتونه 3 امتیاز رو از قائمشهر به تهران بیاره. روی پاس محمد محبی به سجاد شهبازاده تقریبا تمام استقلالی های روی کره زمین نیمخیز شده بودن تا شادی دومین گل رو برگزار کنن. اما سجاد شهبازاده به جای که آسون ترین کار ممکن انتخاب کنه و پاس محبی رو تبدیل به گل کنه، سخت ترین کار ممکن انتخاب کرد و دروازه خالی رو به بیرون زد. اتفاقی که باعث شد چند دقیقه بعد از تساوی 1-1 نساجی استقلال، کانال های هواداری استقلال به شماره 10 تیمشون حمله کنن. شهبازاده که به نظر میرسه این فصل تلسم شده، بهترین فرصت ممکن رو برای خارج شدن از فشار میتونست انتخاب کنه. شهبازاده توی اون دقیقه از بازی میتونست از زیر فشار خارج بشه، اما خودتون این موقعیت رو ببینید که چجوری سجاد از دست داد تا سوژه انتقادهای شدید کانالهای هواداری استقلال بشه. احتمالاً که نه، قطعاً سجاد شهبازاده ناراحت ترین استقلالی حال حاضر روی کره زمینه به خاطر این موقعیت گل عجیبی که از دست داد. بگذاریم، بازی 1-1 تموم شد تا استقلال نتونه فاصلش با پرسپولیس رو جبران کنه. اما قبل از که ریکاردو ساپینتو وارد راهروی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر بشه، یه اتفاق عجیب رخ داد. این صحنه رو ما هم ببینیم. این بار و تقریبا برخلاف دفعات گذشته،
ساپینتو نقشی تو جنجال ایجاد شده نداشت. بنده خدا داشت مسیر خودش رو میرفت که بره داخل راهرو بره تو رختکن تیمش. اما پرتاب یک بطری آب سمت ساپینتو مرد پرتغالی رو حسابی عصبی کرد و همونجوری که توی ویدیو دیدین هم اون هم همراهانش به این اتفاق عجیب کاملا واکنش نشون دادن. حواشی عجیب غریب لیگ برتر تموم شدنی نیست. اون از اتفاقات بازی هوادار و مثل رفسنجان و اینم از جنجال‌های بازی نساجی و استقلال. باید دید فردا و تو آخرین بازی هفته 21 اتفاقات عجیب غریبی توی بازی فولاد و ملوان رخ میده یا نه. اگه رخ داد حتما فوتبالی آیتم بهش میپردازه. تا سوژه بعدی فوتبالی آیتم، خدا نگهدار.